تلویزیون CBS نیویورک. تام ریچ و جان بولتون به هزاران تظاهر کننده پیوستند. بولتون گفت انتخابات در ایران هرگز منصفانه نبود است. تام ریچ وزیر امنیت ملی و سفیر جان بولتون نماینده آمریکا در سازمان ملل در دولت بوش به هزاران تظاهر کننده که خواستار سرنگونی احمدی نژاد هستند در جلوی سازمان ملل پیوستند. تظاهر کنندگان از سازمان ملل می خواهند کرسی ایران را به مقاومت ایران برای دموکراسی بدهد. آنها می گفتند سازمان ملل کرسی لیبی را به مخالفان قذافی داد. بنابراین وقت آن فرا رسیده که رژیم ایران اخراج شود. تام ریچ گفت رژیم ایران بزرگترین حکومت تروریستی است و از حماس و حزب الله حمایت می کند. سفیر بولتون گفت ما باید خیلی وقت پیش خواستار تغییر رژیم در ایران می شدیم. مردم به صورت کامل این رژیم را رد کردند و این روشن بود که هرگز انتخابات آزادانه و منصفانه‌ای در کار نبوده است. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک در مورد تأمین حفاظت احمدی نژاد گفت تأمین حفاظت وی به این معنا نیست که شما آن را تایید می کنید و از وی خوشتان می آید. هر کس ترجیح می دهد چیز دیگری به جای آن می بود. در جریان اظهارات احمدی نژاد، نمایندگان آمریکا و شماری دیگر از هیئت‌ها از سالن مجمع عمومی سازمان ملل خارج شدند. تلویزیون NBC نیویورک، جان بولتون و تام ریچ در تظاهرات ضد احمدی نژاد. سیاست آمریکا در قبال ایران به ویژه در قبال جنبش اصلی مقاومت درست نیست. تلویزیون NBC نیویورک چند دقیقه قبل از شروع سخنرانی احمدی نژاد در جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، ایرانیان در مقابل سازمان ملل دست به تظاهرات اعتراضی زدند. تظاهر کنندگان اضافه بر پرچم ایران، پرچم‌های زرد رنگی را به نشانه اپوزیسیون سیاسی ایران تحت رهبری مریم رجوی که رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران می باشد برافراشته بودند. مریم رجوی که از پاریس برای تظاهر کنندگان سخن می گفت اظهار داشت امروز شکی وجود ندارد که ایالات متحده به وضوح تعهدات بین المللیش در قبال کمپ اشرف را نقض کرده است. تام ریچ وزیر پیشین امنیت داخلی که در جمع معترضان سخن می گفت اشاره کرد با سفیر بولتون در توافق است که دولت ایالات متحده سیاستش در قبال ایران به خصوص در زمینه چگونگی رفتار با سازمان مجاهدین خلق ایران جنبش اصلی مقاومت درست نیست.